امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید. گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده. در مزار شمع میگفت این سخن پروانه ای، سخ و تمز ناشنایان ای خوشا بگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدارشم، هر یکی سوزد به درد نغمه ای جانانه ای. با ما باشین خلاص نشده ویدیو. سلام و وقت بخیر به دوستای خوب و همراهان عزیز. ویلکم تو چینل سروری، این خوش آمدین دوباره در مناطق مازندران در شهر ایران. دوستا، ایران را اگر بعضی جایاشی ارچند تعریف و توصیف کنی کمه، خصوصا شمال ایران مازندران. دوستا و همراهان عزیز، ما امروز رئیستم در مناطق کندلوس، یک شهرستان یا یک دیهات رقم است. اونجی موزیم هم بود و غذای محلی ایرانی رو ما اونجا تست کردم. یک جهان سپاس و تشکر از امشاری های ایران که بلده توریست اینجی ما ندیدم کدام مزایمت را. واقعا یک جهان تشکر ما میکنم. روزی که از اینجی ما برم به خاطره خیلی خوش میرم. و یک جهان تشکر که اینا 6 میلیون افغانی را در داخل ایران اینا جا داده و کار میکنه. هر کدام شکست پرسان کنی از افغانی ها خیلی خوش است. امروز در جایی که ما رفتم واقعا بسیار یک دیهات قشنگ بود، گاو و گوساله و مال و ای چیزا، مثل مناطقی تو فکر کن که در ناور یا بامیان یا در پنشیر این جاگاه رفته، جای بهترین است. سری کوار که میگنید برف و داخلی از شار، یک شاری کوچک یا یک دیهات خیلی ریزه، بسیار قشنگ سرسبز. این کوه های دور که بشنید در نام البرز کو، ای از خوب بسیار تاریخ همیق داره، یعنی که در اینجا دیو سفید بوده و رستم زال در این کوه ها در دنیا هم ده. جای عالی بود دیگه، ما خیلی لذت بردم واقعا. امی چند روزی که ما در ایران بودم خیلی خوش تر شد. خب مگه جنگل تر خشک داره، این کان داره، بازی جایش آدم یه خورده اذیت چنه. او رقم اگر آدم در کشور خود خو یا در ملک خود خو باشم او چیزا موشه. جهان سپاس و تشکر اگر شما ویدیو را دیدین. اگر ویدیو خوش شما ماد، ویدیو را لایک و چینل سروری لایک و سبسکرایب از یاچیم نره و ویدیو را بیننده باشین. دوستای عزیز، ما امده در کندلوس. کندلوس یعنی یک دیهات است. اینجی موزیم هم داره دیگه. ما فیلحال رئیسم طرفی موزیم، معلومات ندارم که از داخلی موزیم هم ویدیو گرفتن میله یا نمیله. اگر اشت ما ویدیو میگرم اینجا فکر نم از رستم و زال و توران و سراب و منیچا و کلی پلوان ها شاید باشه. یه ویوش نشون میلشون بدین؟ امینه؟ امی موزیمه؟ بله، این موزه نماشه که قدیم بوده. خانه است که اینجا بوده؟ کت خداشون اینا خونهشون اینجا بود. آه، اینجا گفت بوت بوده. مردم بوتایی. آره. اصلشون کت خداشون. حالا فکر میکنم بریم جلو، خود پیشه یه بیشتر میتونه اینجا که توضیح بده. اینجا اینا مردم کت خدا هست؟ مردم بودیست هست یا نه؟ یا کلش مسلمان هست اینجا؟ ببین اینا بومی هست دیگه، از قدیم اینجا بودن دیگه. درست؟ آره، بریم داخل. بریم داخل بریم. تو یه نمار فیلمشو بگیر کلا. آره، تو معلومات داری که از داخل این ویدیو میمونه بگیریم یا نه؟ نمیدونم، باید بپرسی. باشه. آره، باید بپرسی. این جگان کسی داره که بپرسیم؟ میرم میپرسیم الان. آره، خب ما مامادم جیلاویش. آه، جیلاویزی. عکاسی ممنون. عکاسی دوربین تمام شد ممنون. خب، حالا بپرسیم و سوال می‌کنم. آره، اینجا کل چیز ممنوعه دیگه. این نباید ممنوع بود. دوستا امروز آمدم در موزیم و اینجی معلوم نیه که فیلم برداری
میله یا نمیله، ما فی الحال داخل زندم و اینجا که شما رو نشان میدم یزی یک کزی پهلوانایشان است، تیر و کمان به دستش خیلی قشنگ معلوم میشه. اینجا از مردمای بومی از او زمان ها زندگی خیلی قدیمیه. خانه هایشان ببینید و امی کو منطقه البرزکویه، یعنی که ما اینی کمان رو بینگرنید سر از پاس از درخت ها افساس نمات گرسته برفای او کوی البرز است که زال پدر رستم اونجا بزرگ شده در گیری یک سی مرغ بوده. در داستان شنامه پردوسی امون رقم هم ده دیگه چقدر او حقیقت داره یا نداره اونایش دیگه چقدر حقیقت داره اونا قصه های شنامه دیگه امون رقم نمیگم اگه شنامه را آخریش خوب گفته. ما از اینجا اگر ویدیو اشت خاطره؟ بله. چجوری از اینجا من ویدیو الان بگیرم دیگه ری؟ میریم تا جایی اگر اجازه دادن ادامه شو میریم. آره. نه دادن استوب میکنم. داخل از گنج؟ گنج ببین اینجا همه چیزای عتیقه است. خب مال دوران قاجار و شاهزاده ها مال زمانه الان دیگه عتیقه و ثبت شده ملیه. این چند صد سال میشه این موزه است؟ خیلی مال خیلی زمانه. البته موزه مگه یا موزه مگه؟ حالا بیشتر راهنماییتون میکنه که اطلاعاتتون بیشتر بشه. آره. از این بچه این به همه فهم میکنه بشه. دوستا اینا کسی موزه مگه؟ موشی موزه مگه یا بازم موزه مگه یا موزه مگه؟ اینا موزه مگه. یک وقت نشنه که بازم بگی موزه چیز خیلی کم نمات بگرم سر بلا هست دیگه. میبینم نفستون افتاد. آره. نباید اینا یک توریست را چرا هستم مسئول بالا هستم. آره. اینا اگه توریست را بگم ویدیو نگرین خیلی توان میکنه. باید توریست اینجا آزاد باشه تا که اگر بخوایی پاپولار یا مشهور شنه خب بیمونه دیگه. آره؟ دیگه ای سیمرغ دیگه امون سیمرغی که زال بزرگ کرده بود درسته شاید امون باشه. آره چرا که ایران ده بریم از اینجا نه از اینجا فکر میکنم از این بر باید میرفتیم از این بر؟ آره خب دوستایی خورده در دیلی کویا چی نوشته؟ این بنا حرمت مردم مهربان با آینه دل معماران بازوغ دهکده سبز زیبای کندلوز بابا شده و نگه پس دم شده؟ میراث برپای هنر فرهنگ و سنت مردمان همیشه پایدار. خب راجع به اینجا گفته باشه حرمتش هنوز نگفته کوزه هم اینجا میده شده دیگه. ای چی بوده؟ این چی بوده؟ اسپار 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 بوده ره کاملا اصل موزه نمیه دیگه ره. دوستای عزیز مونده در یک موزیم در منطقه کندلوس. اگر داخل از این موزیم فیلم برداری شاید اجازه نیه کمره را یک چلیپا کشده که کمره باید نبرید ولی از بیرون چم یک ویوی خیلی زیبا ماله خیلی ایجا یک آروم اینجا ما یادم ایتو آروم میشه ای اکسی سیمرغ تیلو اینتر اکسای ترکش کمان و پالوان هست ای طرف هم که منگرنی کوی البرز هست در بابت البرز کو خیلی توضیحات هم داد در کتاب شنامه پردوسی. اگر اینجا یک نفر ما بود شاید که مورو خیلی گفار ما گفت که رستم در کجا بود دیوی سفید در کجا بود اینمی مازندران همون کتاب شنامه که در بابت دیوی سفید و رستم و زال و توران و سوراب و منیچه و خیلی فرایدون هم در کوی البرز بوده حتی فرایدون پیش زحاق بوده یک بادشاه خیلی ظالم بوده در این منطقه در او بابت شاید یک توضیح خیلی عالی میداد. ما وقتی ریزه بودم کتاب شنامه را که خوانده پیش ریزمه
در پیتو در پاس کوتل دیگه اون اونا داد منده که اینجا فریدون بوده و فریدون در کوی البرز پیدا میشه در گیر یک گورو یعنی که یک گابداری او دیده میشه زمانی که فریدون میخواید دنیا باید نجمیات پیشگویی مونه زحاک یک شو خواب میگرنه که یک نفری پیدا میشه بادشاهیز مره یعنی ختم مونه بس ای صبح که نجمیات رو کوی نمیگه خواب از مره مانا کو وقتی خواب رو مانا مونه میگه که یک نفر در نام فریدون پیدا میشه یعنی پیشگویش خیلی دقیق بوده که او در کوها مره شیر گاب مخره گیر یک چپان دیده میشه او بزرگ میشه مایت توره مکشه یعنی چند هزار سال نه بادشاهی است و فرو میریزه اگر این نفر بود شاید دبو بابت که از ما صحبت میکردی خاطرم از میلی بقید خورده و حال کرده زیاد خبر نداره خب اگر ما در مازندران بزرگ میشیدم ما در این بابت خیلی کنجکاو میشیدم چرا که توریست گایدر است این باید بدونه این چیز داره که توریست هم رایش میه مالی یک توضیح بده آره این سوراب کسته امی تامینا این کسته در افغانستان سوراب پیدا شده و در جنگ میه در جنگ کیکاوس کیکاوس یک بادشاه ایران زمین بوده رستم پهلوان یا رستمی پهلوان نوجوان اوم زیر تحت نمیده کیکاوس قرار شده کیکاوس که وقتی قمانده مگرده اونا در جنگ مرفته وقتی قنیقه سوراب مورد جنگ مونه بس سوراب اونجی کشته میشه ولی سوراب کم شک مونه که اینمی رستم پدر از مه ولی کس برش نمگه دیگه اونجی گفته بود که امانم گمانم که رستم توی زی پشت زال و زرایمن توی ماله سری گیردو داره و ریشی دوشخ کمربند باریک سینه پراخ رستم کمری باریک سینه خیلی پراخ ریشم دوشخ مویایشم مثل همینطور دراز بوده دیگه این اینقدر که ما خبر داشتیم در بابت از اینا گفتم حتی سیاوش و منوچو اینا کسیم در ایران بوده سیاوش یک عاشق بوده که در یک دختر عاشق میشه او را مکوشه بسیار در ناجوانی یک قصه بود از آقای سروری دیگه خیلی هم ایشون قرار لیدر بشن من و مسافرها رو میخوام بیارم خدمت ایشون راه نماییشون کنم واقعیت دیگه معلومات داشتم دیگه برای عالی بود بله این از زال و رستم بله میگم معلوماتون بالایی دیگه آره. چون علاقه به این علاقه سیسته آره. بله فکرم دیوی صفیه کسی که علاقه به این چیزا داشته باشه خب مسلماً آگاهیش بیشتره اینالی اما سلیقه منو یک ینگ جنریشن یا نسلی آلن است نسلی آلن یا نسلی امروزه اونا زیادتر توی تکنولوژی و کمپیوتر و موبایل و گیم و گیمینگ و اینستا و چیزا بله. علاقه داره اونا را که اینجا بری اصلا توی موتر میخوابه بیرون نمیده نمونه شو داری آره یک نفر امروز قد از مومنده بود ما خوش ندارم کنه منی موتر خواه کرده توی فضا رو ببینی فضای عاشقانه رو ببین نفر بوره منی موتر خواه کنه از برای خدا خدای ده پاره ما واقعیت دیگه ما وقتی که اینجا میم یعنی ما روزانه جوان میشیم یعنی ما از دیروز که دیم کم جوان نشدم چرا شما اصلا 20 سال جوان شدی خلاص ما اگه از اینجا برم هرچی سفیدی مواش بود از بین رفت الان مشکیه داره من چی شما رو میگم نه خودت هم داره من که اصلا کلا ژنمون همینه تنوز تو جوانی فقط موها سفید چیده نه من پیرم 50 سال 60 سالمه نه آره تو از مکده خیلی خوب ما تو رو تعریف مونم آقای سروری یه دونه شعر زیبا برای این فضایی که هستیم باشه من کتو نمیام دیگه نمیای بگو البته ایرا شاعر میگه من نمیگم خب یه شعر قشنگ هست شعر قشنگ در مزار شمع میگفت این سخن پروانه ای در مزار شمع میگفت این سخن پروانه ای سختم زینا شنایان ای خوشا بگانه ای بلبل از شوق گل و پروانه از دیدارشم هر یکی سوزد به درد نغمه ای جانانه ای تو دل و جان منی جان جانان منی
تو چراغ خانه و شمع شب تار منی، تو چراغ خانه و شمع شب تار منی. عالی عالی بود؟ خیلی خیلی عالی بود. خواهش میکنم. خب آقای سروری یکی دیگه بگو، یه شعر دیگه بس کن. یک شعر دیگه؟ بله. دختری خیلی قشنگ در شهر ما آمده بود، ای دختری خیلی قشنگ در شهر ما آمده بود، زلفه هایش پرخم و پیچ تا به کمر افتاده بود، ای لب شکر بود، جادوگر بود، نازنین معتبر بود، به به چقدر شیرین زبان، ماه و رخ آب گلاب تر بود. گفتم ای شای نازنین، مال کجای، از کجا آمده ای؟ ای سرخ پوشیدی مگر کشتنی ما آمده ای؟ خندکت گفت بله من تو را میخواهم، وای گل دختر شوخک چی بجا آمده بود، دختری خیلی قشنگ در شهر ما آمده بود. ای عالی، خیلی زیبا بود، خیلی عالی بود. اما امروز کم شعر گفتی. چطور بود شعر، چطور بود؟ چرخید نه؟ عالی بود آیه سروری، خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود. دیگران اگر این شعرت رو گوش بدن خب مسلماً شیفته و عاشق شعرت میشن و خودت. ای فقط عاشق شعر ما میشه، عاشق خود ما میشه؟ اون دیگه بستگی داره. تو چی جور خودت؟ شعرت خیلی زیبا بود. فقط عالی عالی، لایک داری. خب یک شوخی بود دوستان، این غذای محلی هم داده منطقه کندلوس، ما غذا رو محل میکنیم الان، از غذا میگریزه شاد میگرم. خیلی گشنمه، بعد خیلی خیلی گشنمه، منتظرم غذا بیاد. دوغ محلی هست، غذای محلی هست، بخوریم. جای شما خالی. تو خیلی یک لکی دختر هستی که امروی ما در سفر یه جا شدیم، تو از این شعرهای من خیلی موافقی میبینم، لذت برده. بله بله، شاید همینجور بیننده ها کسایی که من رو میبینم لذت ببره دیگه. بله همه آره. چرا لذت نبرن؟ آره. شعر زیبای شما وقتی وصف همه چیز هست چرا دوست نداشته باشن؟ آره آره. اشتباه میکنه؟ نه الان خیلی درست میفرمایی، الان غذا میاد. آره غذا میاد. ما شما یا غذای بخوریم. ما اینجا آش آردر کردم، یا فرمایش شدم ببینیم که منطقه آش کوهستانی چی رقم باشه، شاید همین آش ماوشمویلی باشه یا فرق داشته باشه دیگه. دوخشی که منی جگ میبینم خیلی قشنگ و عالی مالم میشه، غذا بیا تا که ما میل کنم. خاطر جان توز دوخ بریز توی گلاس. این چیه؟ زیتون پرورده. زیتونی پرورده. دوخ گلاس هم آورده دیگه نه؟ چی آورده؟ همون که منیش با چی مکنی؟ او رو برنش کن؟ یه دونه یه دونه کن؟ یه سواله، به بچه ما نوشیدنی چی دادی؟ به اون دفعه؟ او گرفته؟ اونا چی بردشن خوردن؟ میخوام ببینم. یه دونه؟ نه سی اونا؟ خب برنج یه دانه نوشیدم. خب یه نوشیدنی یه سون آب یا بش دادی؟ آره. خب اینو بردار، من دوغ می‌خورم. مرسی. خب دوغ خلالی بگی دوغ تا معلی بیار. چیز توشه. آره دیگه خیلی این ماست دوغ محلیه با سبزیجات محلی ریختن. آن یکان چوبای هم معلوم میده دیده؟ این چوبش خیلی بزرگه که توی گلین ما بند نشه. یعنی چوب اون نعناه نعناه این در شما کنم هم زده. آه اینجوری اینجوری آه اینجوری. مگر حقیقت چی بگیم دوستا دوش خیلی مزداره. همین کمرمای ناو دانش داره و جمع میشه. یک کامرمن یک سرکش کو
خیلی خوب بود. کیمرمن بیار دیگه. ای با سر سلامتی دوستا. دوستا ما کم گلون من گرفتگی او دیگه ای دو گرم که بخورم دو گرم محلی دیگه بد نمیشه. آره عالیه. وای عالی بسید دیگه. نمیخوایی تو تعطیلش کنی؟ تعطیل کن مردیم پشنگی. پشنگی نیست. کیمرمن خیلی عالی عالی داره نه؟ ها؟ کیمرمن باید همیت باشه. بله بله. آه اینا دی این کیمرمن داره. پیشنهاد من حقوقشو بیشتر کن. حقوق عالی داره؟ آره. این حالا من کیمرمن زیتونم بیدم. ببین دوستا اینجا همی کلی چیش طبعیه ارگانیک. دوغ هم شاید دوغ بوز و گوسفند و گاب باشن. زیتون چم خودون جور بره بری تو؟ بله. تو زیاد چنبه نکنی او دکتر نالی؟ چرا کنم؟ چنبه نکنی؟ نفی ها؟ ها؟ نه مریض نه چنبه همو شکمت بالا آوا نکری به خاطر دوغ میگی؟ آه این خونه که نه خوبه راستی؟ باشه ما هم گفتم آش بخوری. این دوغ امروی آش بخورم؟ نه اون دوغ ما گفتیم برنج میخوام بخورم باش بخوریم. قچی؟ و دوغ چون دوست داشتی مردی گفتم بخوری نه اونقدر آش میخوای بخوری. آش هم بخورم میرم. اینجا آش دوغ هم خوشمزه است. اینجا؟ من خب پرزندی نداره که اینجا که خب کوهستانم از خاطر دوغ دوست دارم. من که ریزه بودم مادر من خدا بیامرزه دوغ که مشک میزد مرا یک جام میداد ما سرکش میکردم خیلی وال میکردم با اون مزه میداد دیگه. بهش میرسیم تو ناراحت نباش. نه خلاص شده. بیا بیا زیتون مونم ده. زیتون مش دادی؟ نه نخوردم او چیزی گفت خورد. دوستای آش زیر ما فکر میکردم آش از مولیمت اوگیه ولی آش زیر بخواهد آش محلی با سبزیجات محلیه درست شده. ایتر حوبات و بچه‌گندر توشو عدس توشو یه آش محلیه. خب این هم که فسنجون شمالیه بفهمه ملس هم این مزیدی خیلی عالیه. ما از این فسنجون یه دو بخورم بفهمه. ما از آش شما میل میکنیم. چه داغ بود سوختم. این فسنجون یه خورده ترشه ملسه ترشکه ملس بین شیرینی و با ترشیه بین شیرین و ترشه ای بله. آش یالیه. آش خیلی خوب بود. جایشم خالی دیگه. کیمرمن گناه داره نان بخوره دیگه. این آشی منطقه کجا؟ گجور کندلوس. کندلوس و این آقای سروری که داره گفته پشتونه که را تا خدا پایه اوکه نه. غذا هم خیلی عالی بود. بله دستشون درد نکنه غذا. آره آشش خیلی خوب بود. دوغش خوب بود. ماهیشی ماهیش خوب بود. ماهی تازه قزل بودش. و دیگه چی بود برنجا که تو خوردی؟ فسنجون. فسنجونش خوب بود. فسنجونش فسنجونش بد نبود. خوبم نبود ولی اون تو من باره اول بود. اون ترشو ترشو ملس شیرین دیگه میکسه. ترشو شیرین بود. بله ولی من باره اول بود برای ما عجیب بود. آه نخورده بودی؟ نه باش توش گردو بود دیگه. گردو؟ کجا؟ داخلش پوچ بود دیگه. فقط من یادم باشه فردا اومدم رنگش کنم ملکی. این فکر میکنم یک از پهلوانای قدیم باشه. بله بله فقط خیلی قدیمیه دیگه بهش نرسیدم. آره اینجا به خاطر اینکه برف زیاد میاد برف و بارون چون خیلی میاد نمیمونه رنگ دیگه. بعد هرچی هم الان تابستون بزنه سه ماه دیگه دوباره باید همین شکلی میشه. گپ از برف داری.
مگه آور که چیم که در بله چرسپو آخیاری از من رهی شده پاکستو الهی برف ببارد تا بزانو یاری غریب من پس بیاده جای خو. بله عالی چسبید خیلی اینا کجا برف اومد ایرون برف آمد برف خب خیلی بریم سوار ماشین شنیم بیا بریم. دوستانی عزیز و گرامی امروز که مو کندلوس رفته بودیم اطراف دیهاتای کندلوس ها اگر شما اینجا باین اگر اینجا عکس بگیرین ویدیو بگیرین یعنی که وی از این کوه ها خیلی قشنگ معلوم میشه یک لذت خاصی داره واقعا دیگه اینجا با رفیقای خوب آدم بیاید رفیقای قشنگ مثل رفیقای اسماعیلی رفیقایی که خیلی جانی و بیاد همینطور چی میگه مثل قندوناباد باشه بس برای رفیقای بیوفا و این برونبر شاعر گفته خب؟ بله ایره من نگفتم خب شاعر چی گفته؟ دل خود به درد نیار من نگفتم خب؟ خب آره مگر رفیق گر بیوفا باشد گمش کو بظاهر گر طلا باشد گمش کو رفیق که قدر دوستی را نداند اگر فرزند شاه باشد گمش کو فهمیدی دیگه؟ بله این برای رفقای من نبود رفقای من خیلی عالیه میگه رفیق اگر بیوفا باشد الیش کو ولش کو بظاهر گر اگر طلا باشد هم الیش کو بازم ولش کن خب رفیق که قدر همدیگر دوست ندوند اگر فرزند شاه باشد الیش کو درسته در درد نمخوره دیگه اگر فرزند شاه باشد چیه اگر اون شاه باشد هم خب مثل موتو لیون مو غذا رو مخوره هیچ فرق نداره دیگه درست. شاید فرزندی شو مگه باشه فرزندی شو از این جای قدر لذت نبره و بیرون هم نمیتونه مشکل داره با مردم مشکل داره با درسته دشمنای خیلی عجیب غریب داره نه بله و امروز واقعا در این چکر در این طرف کندلوس کمدم گفته برادرای ایرانی که آل کردیم خودت چطور؟ من که لذت بردم ما همیشه لذت میبریم همیشه میبریم حالا وقتی دوستانی هم میاریم کنارشون لذت ببریم اون که رقمی آقای سروری لیگ نفر باشه و یه دونه نه من یه دونه هستم یه دونه دیگه نه ده تا یه دونه اینی آقای سروری یه دونه داری راست میگی؟ بله اینه راضی از من دیگه بله بله دوستای گرامی شاید بدون از مومنجی خلاش نه از مناطق کندلوس گو جای خوب اگه گیر کدوم یا لازه استامشون اونجا حرف میزنم یا گپ میزنی آردی ما خاطره جان واقعا ما اگر از مازندران بروم دلم در مازندران مان از این خاطر که جاهای خیلی خوب شی بود امیر رقم که ما همون جاها رو دوست داشتم همون رقم بود شاید بلده دوستا دلتنگ شنم شاید بلده از این کوتلا و فضای خیلی عالی ما دلتنگ شنم دیگه تو هم دلتنگ میشی؟ برای این فضا که من همیشه هستم ده این فضا هستی؟ بله برای دوستای خوب هم دلتنگ میشی؟ بله بله برای دوستان خوب چرا که نه آره بله این دروغ میگی یا راست میگی؟ نه دیگه راسته دیگه چرا دروغ باید بگم؟ خب تمام شد با ما باشین خلاص نشده ویدیو بگو بیادم خانم بهار تو دیروز یه دفعه اومدی گمشتی کجا رفتی؟ رفتم کلاردشت. کلاردشت؟ یه جای قشنگتر. آها. تو چرا ما رو اونجا نبردی؟ دوره. دوره خیلی دوره. چند ساعت؟ 3 ساعت. ما امروز 5 ساعت رفتیم دیگه. خب شما رفت و برگشت 5 ساعت بودین. خودت فکر نمیکنم در تهران میشه. بله. امرای افغانی هم سرکار داره؟ بله. چی مشتریایتو نه؟ نه چیه؟ اونجا پیشمون کار میکنه کار میکنه؟ آره راضی؟ خیلی آها. ماه واقعا جدی دارم میگم رسول. اون راسته ای که ما داریم کار میکنیم همه هر کدوم از نمایندگی یکی دوتایی توش هست اه. ولی مال ما یه دونه از طلا طلا مثل من واره دیگه ماه ما شما هم کنی خب دوستا دهی چند روز که ما همراه خاطره خانم بودم اینا خواهرشان هسته واقعا در چند روز که ما گشتم بسیار خوش شدیم مازندران را گشتم شمال را گشتم دوستای خوبی پیدا کردم دوستای ایرانی پیدا کردم ما اینا من ماشین شدم گوشم هم کرش ده اشی قصه نه باد رفته تو گوشه تو گوشه گرفته خانم بهار یه تا شعر برای ما میخونه دیگه
شعر چی بخونم؟ مازنی بخون باشه. مازنی که نه بلد نیستم. هر چی که بلد بدی من دوست دارم. میخوام بشنوم. شعر من زیاد اهل شعر نیستم. یه دونه. یه دونه خوب عالی. یه دونه خوب عالی. کمکم کنین. تقلب برسونیم. پیش از اینکه شعر به یادت بیاد. مالکت خیلی بلده آره. دیگه. خیلی بلده. پیش از اینکه شعر به یادش بیاد خودش امرای افغانی ها سر کار داره نه؟ ای افغانی های پریجو چی میگه؟ پریجو چیو؟ پریجو پریجو؟ آره یعنی چی؟ یعنی یه چیز بگه چی میگه؟ پریجو معنیش تو چی میتونی بفهمی تشبیه کنی؟ آره یعنی یک چیز تشبیه کن یعنی افغان ها پریجو چی رو میگه؟ بیشرف بیشرف فوشه شبیه فوشه نان بوتا چی رو میگه؟ چی؟ نان بوتا نان بوتا میشه کتر؟ نه اون که محلی قیمه رو ریخت تو ماستا قاطی کرد خواهرم قاطی کرد نان بوتا نمیدونم نون و پنیر خیلی کلوز بسیار خوب آره. درست گفتم؟ درست گفتی آره الان برای من یک شعر بخوان من ویدیو از من میشه شاید تمام شده دیگه ما از پریسا خواهش میکنیم که خوب شعر یادماندگار برای ما بخونه پریسا گفتم بهار وقتی بگو دست دختر راستشو بگو پریسا آره جون جون میگه وقتی بهار میآید هوای یار میآید بله بهار اومد گلا وا شد دل ما باز خاطر خوا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محبوبه ای خدای من آره میگه ریتم داره بهار اومد گلا وا شد دل ما باز خاطر خوا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محبوبه آره اینم شعر بس میگه بهار آمد بهاری من تو باشی گل آمد گلزاری من تو باشی منم بلبل به شاخ هر درختم درخت میوه‌داری من تو باشی بله احسن خوب عالی بود چسبی دانه آفرین عالی خودت خوشداری از آهنگای قدیمی اگر بله. زمزمه برای تو بله. آهنگای کیها رو دوست داری از قدیمی ها آره. ایبی رو دوست دارم بعد ستار رو خیلی دوست دارم موین رو خیلی دوست دارم خب یکیشو بخون دیگه آهنگاشون رو بخونم یکیشو تو بخون بس تو مره بگو ما یک تا برای تو میخونم بلدی دیگه همه رو آره. من چی بخونم برای تو اگان تا دلم مثل یه جعب است جعبه پر جواهر خونه به رنگ یاقوت اما خوشه به ظاهر ای وای امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام خواب است و بیدارش کنید مست است و هوشیارش کنید گویید فلونی اومده اون یار جونی اومده گویا فیلونی اومده اون یار جونی اومده همینطور دیگه بله عالی بود عالی جهانی سپاس و تشکر دوستا اگر ویدیو نظمو رو تو کدین ویدیو نظمو امشو همینجا خلاص میشه دیگه من از اینا خداحافظی میکنم دیگه یا خدا و یا فلک که ما از اینا دیگه سر بخوریم یا نخوریم در زندگی واقعا یک خاطره خوب من در چند روز ما اینجا میمون بودم در شهر شما دیگه من از این مازندران یک خاطره خیلی خوش میبرم خیلی هم خوشحال هستم از مردم ایران و مازندران خاص کرم مازندران لطف داری شما مازندران باقی شهرها شاید فرق کنه ولی مازندران عالی بود واقعا با بقیه شهرها فرق میکنه تو فرق ایران میکنه. آره. از همه نظر از هر چی از قشنگی از آدماش از غذاهاش از معرفت آدماش از قشنگی آدماش ای وای واقعا آره. عالی گفتی آخری که شک نکنست نه آره. شک نمیکنم که خودت خیلی قشنگی مرسی لطف داری شما آره. لطف داری شما هم قشنگه این از من قشنگتره این از تو قشنگتره عرض نخوری نگو وقت نه بابا نگو که چیش نکنی ما خواهریم چش نکنیم اینم هست ایرانی ها میگن چشمت کف پام چشم کف پام آره این یه ضرب المثل ایرانی آره آره جهانی سپاس و تشکر ویدیو نظمو منجی خلاص شد از ازای دل اگر شما در ایران آمدین قد از مگه تماس گرفتین ما شماره خاطره رو میدم تا شما را برای توریست گاید واری ببره کلی جاها را چکر بده اینا بسیار جایه را بلده
طرف طبیعت یا طرف ساحل یا جنگل یا جاهای بالا و پایین هر جای را که دل شما بود اونمونجا شما رو مبره. ولی از کل که در اگر شما رو در دل طبیعت ببره امی طرف که ما طرف پول اینجا رفته بودیم دیگه بسیار قشنگ و عالیه. ویدیو نگمومی جی خلاص شد دیگه. اگر ویدیو رو دیدین فقط کافیه که چینل سروری لایک و سبسکرایب کنین دیگه. نظر خود در کامین نمیشته کن. جانم هستین. I love you. I will see you tomorrow. عالی شد. عالی شد. بای. بای.